همراهان عزیز مجموعه خبری وطن 24، سلام خدمت شما. امیدوارم که سالم و صحتمند باشین، نان شما گرم باشه و آب شما سرد. عید شما مبارک باشه. امروز به مناسبت عید سعید فطر آمدیم، جمع شدیم، هم پیام تبریکی خود به شما ارائه بکنیم و همی که یک سخن کوتاهی داشته باشیم با اعضای مجموعه خبری وطن 24 و ببینیم که اینا چه فعالیت‌هایی می‌کنن. در خدمت مدیر مسئول هستیم، تصویربرداران وطن 24، خبرنویسان و همچنین کامرمین و ادیتور که پشت کامره هستن. در ادامه برنامه گلارم با خود خو داریم. من صحبت کوتاه میکنم و مایک میسپرم به همکار خود جناب آقای اخلاقی. سلام خدمت همگی، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. عید همگی مبارک باشه. انشاءالله که عید خوب و خوش در کنار اعضای خانواده تان داشته باشین. طاعات و عبادات همگی انشاءالله مقبول درگاه حق باشه. من به عنوان یک عضو کوچک وطن 24 باز هم آرزوی موفقیت و امنیت برای تمامی مردم افغانستان، برای کشور عزیز ما افغانستان میکنیم و امیدواریم مثل این عید انشاءالله همیشه خوش و خندان و پر از شادی کشور ما باشه. با همکار خود آقای شریفی هستیم و از اینا میشنویم درباره عید چی گفتنی داره برای ما و شما. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه بینندگان عزیز که این لحظه ما را میبینن، امیدوارم که یک عید خوب و خوش را سپری بکنن و عیدشان بهتر از سالهای گذشته باشه. اگرچند که مشکلات اقتصادی هست، امیدوار هستیم که با همه این مشکلات ها و عید ما هم تا خوش خندان باشه. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمام مخاطبان خبری وطن 24. عید سعید فطر را به همه مردم افغانستان تبریک و تهنیه عرض میکنم. امیدوارم عید خوب و خوشی داشته باشن. انشالله امنیت سرتاسر در کشور ما تامین بشن و ما بتونیم مناسب تر از سالهای گذشته عید را تجلیل بکنیم. سلام خدمت همه مخاطبین خبرگزاری وطن 24. اول که عید به تمام مردم هرات و مردم افغانستان تبریک میگم، بعد تشکر میکنم از همکاران عزیزم، تبریک بری از اینام، عید سعید فطر بری از اینام، عید تبریک میگم دیگه. انشالله همگی خوب و خوش باشن و عید خوب و خوشی تجلیل کنم. تشکر از همه دوستای ما و بینندگان عزیز. اولی که خواستیم یک عید برای شما تبریک بگیم و بعد دلم میخواد که دوستان خود من به چالش بکشم. دنیای رسانه‌ای افغانستان در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ کسی هست متقاضی باشه که به این سوال پاسخ بده یا من اجبار کنم؟ آقای عزیزی گرامی، میخوایم صحبت کوتاهی در این باره داشته باشم. خب ما به هر حال بعد از تحولاتی که در افغانستان پیش آمد و اتفاقاتی که پیش آمد و برخی خبرهای ناگوار، البته خب در افغانستان اتفاقات ناگوار افتاد، خب اینا همه به کنار، ولی از روزی که تحولات سیاسی در افغانستان به میان آمده خصوصا در هرات، مجموعه ای وطن 24 و من خود شخصا به عنوان عضو کوچک از اهالی رسانه‌ای هرات همیشه فعال بودیم در صحنه. به هر حال چالش‌های اقتصادی سر راه رسانه‌ها درست وجود داره، ولی خب فعالیت‌ها تا امروز برای ما باز بوده، کار کردیم و هر روز هم رابطه بین حکومت فعلی و خبرنگارات در هرات ما شاهد مثلا هستیم محکم‌تر میشه و امیدواری که ما بر حال داریم این هست که انشاءالله ما روزی بتوانیم رسانه‌های فعال و خبرنگاران فعال و یک بر حال فضای رسانه‌ای بهتر از امروز داشته باشیم. درسته چالش‌های وجود داره طبیعتاً، ولی اوضاع بر حال خوبه و ما امیدواری ما این است که خوبتر از امروز شود. و شما در بین همکاران ما یک آقای شریفی هست که تصویربردار و گزارشگر میدانی ما هست و بیشترین زحمت در قسمت ثبت و به هر حال گزارش دهی در دفتر میکشن و یکی هم آقای روح الله حیدری که معمولا در تهیه گزارش ها در دفتر با مقامات، حالا یا از طریق واتساب یا از طریق تماس تلفنی در ارتباط هستن. من از دو دوست خود میخوام بپرسم، شما در این روزها فضای خبرنگاری در هرات که هستین چگونه میبینین؟ اول آقای شریفی که چون خبرنگار میدانی ما هستن.
تشکر آقای عزیزی. در این روزا که ما در هرات کار میکنیم واقعا وضعیت خبرنگارا خوب است الحمدلله، گرچند که نسبت به دیگر ولایات میگن که مثلا چالش ها و مشکلات وجود داره، ولی الحمدلله در هرات ما با کدام مشکلی بر نخوردیم که خدای نکرده برخورد بدی با ما شده باشه، ولی رفته رفته خوب هست. ما امیدوار هستیم که انشاءالله در آینده بهتر از این بشه، گرچند که مقامات بارها گفتن که ما از رسانه ها از خبرنگارا حمایت میکنیم و رسانه ها چشم گوش مردم و ملت است و ما هم انشاءالله کوشش میکنیم که آنچه در توان ما باشه بهتر از این که تابال کار کردیم بهتر از این کار بکنیم، ولی ما راضی هستیم از شرایط فعلی، الحمدلله خوب است. مایک بدن دست آقای هیدری. همونطوری که شما آقای عزیزی گفتین، به عنوان یک کسی که مثلا یک ارتباطی با مقامات داشتن، گاهی وقت ما چون تلفنی صحبت میکنیم با مقاماتی که در دیگه ولایت هستن برای از اینکه اخبار اون ولایت ما پوشش بدیم، صحبت خوب میکنن با ما، چیزی که در توان ما صحبت کامل و جامع در مورد همون موضوعی که هسته برای ما میرسونن، میگن که همین قضیه هسته و همین قضیه ما در تلاش هستیم که اگه مشکلی هم باشه ما حل کنیم. یعنی این نبوده که پاسخ ندن و یا نبوده که بدرفتاری یا بد کلامی با ما داشته باشن. تشکر از همکاران عزیز ما و همچنین از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودین. امیدوارم که ما مجموعه خبری وطن 24 بتونیم که امید و روشنایی و همچنین چی میخوایم بگم، یک آینده زیبا برای شما ترسیم بکنیم و انشالله با او رسالت رسانه‌ای خود بتونیم که خبرهای خوب و مطلوب برای شما بازپخش بکنیم. در آخر برنامه ما یک همکار دیگه داریم که پشت کامره بسیار دارن زحمت میکشن و از این کامره به اون کامره، چون ما یک نفر بیشتر نداریم، بیشتر همکارا ما اینجا هستن، میخوام که اونا هم بیان جلوی کامره یک جایی بشینن و به هر حال پیام عیدی خود اونا هم تقدیم کنن. آقای عطایی بفرمایید. بعد از اینکه آقای عطایی صحبت کردن دیگه انشالله با شما خداحافظی میکنیم و ایام خیلی خوب و شادی برای شما آرزومندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت تمام بیننده های عزیز، عید به شما تبریک میگم، انشالله که عید خوب و خوشی سپری کنیم و همچنان به همکارای گرامی خواهم عید تبریک میگم که در این مدت زحمت زیادی کشیدن که برای شما برنامه عیدی تولید کنم. تشکر از همگی شما و انشالله که عید به خوبی و خوشی همگی سپری کنیم. بار دیگر عید برای تمام مردم افغانستان و مردم هرات تبریک عرض مونیم، انشالله که ایام خوب و خوش را سپری کنن. با شما خداحافظی می‌کنم. شما آقای عزیزی در آخر اگر گفتنی داری انشالله بگین و دیگه همکارام اگر گفتنی داره و دوستان صحبت چیزی نداره؟ نه. خیلی خوب، در آخر برنامه فقط می‌خوام بگم که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به صد دفتر نشاید گفت حکایت‌های مشتاقی. وقت شما عزیزان خوش. همراه صدا میگیر. خیلی خوب. همراهان عزیز مجموعه خبر بریم اونه باز بیاریم.